که یک گفتن زمل رو ماه آسمان بپرد. کاراکترهای مثل ایدری وجودی کاراکترهای بسیار خاصی هستند. اینا به نحو گسست‌های تاریخی اجتماعی هستند که در یک جامعه گاهی اوقات همینطوری نمود پیدا میکنند. شما تصور کنین در روزگاری که فریاد کمونیسم بود، فریاد سوسیالیسم بود، گفتمان غالب بود، یا در روزگاری که طالب آمد، در روزگاری که مجاهدین آمد با او شعار جهاد و حکومت اسلامی و امثال هم، یا در این دوره جدید که همه جا داد و فریاد از دموکراسی بود، آدم مثل ایدری وجودی در یک نقطه ثابت پا بر جا میشینه و به چیزی که خودش میفهمه میپردازه. امین در فقر است، امین بر فقر است، یکی از کسانی بود که میتونیم به عنوان میراثدار حلقه عرفانی که در آغاز قرن 14 توسط مولانا عبدالحق بیتاب، قاری عبدالله، خال محمد خسته، صوفی اشقری و اینها با ایجاد انجمن ادبی کابل، افرادی که اسم بردم و بعد از او هم جناب صوفی اشقری، مکتبی که پایه‌گذاری شد و دنباله‌روی میکرد از مشرب عرفانی، آقای حیدری وجودی یگانه وارث بی‌کم و کسر همین مکتبی بود که میتونیم او را مکتب ادبی کابل هم بگوییم، که این مکتب ادبی متاثر بود از ادبیات کلاسیک ما، به خصوص در سبک هندی و سبک عراقی. خوندن در جستجوی دم و دم صحرا و صحرا میروم. استاد حیدری وجودی پیرو مکتب جمال پرستی عرفانی است. در جمال پرستی عرفانی وحدت الوجود وجود داره، خود همین تخلص وجودی هم از امو گرفته شده. مسئله زیبایی وجود داره، مسئله عشق وجود داره. ما اگر وقتی بخوایم آثار مثلا شعر حیدری وجودی را، مولانا وجودی را تحلیل بکنیم، امکان نداره که مکتب جمال پرستی را نشناسیم. پیش از اینکه ما بیاییم به سراغ شعرهای حیدری وجودی، باید مکتب جمال پرستی را اصول و چارچوبایش در نظر داشته باشیم. او قصه گردش چشمش سیاه تو خوشم می آید در این چارچوب تحلیل میشه. من یک وقت پرسان کردم از او که چطور خودت به عنوان یک عارف ای تو شعرها را گفته ای؟ گفت که من نمیتونم احساسم از جلوش بگیرم. اگرچه به من ای تو جواب داد، ولی واقعیت قصه است که حیدری وجودی پیرو مکتب جمال پرستی است. در جمال پرستی عرفانی، در مکتب جمال پرستی عرفانی، زیبایی قابل ستایش است. چه زیبایی، خصوصا زیبایی جسمانی. نکته بسیار جالب و در خور توجه در باره کار و کارنامه حیدری وجودی این است که او عرفان است تلاش کرد که یک مقدار با زندگی روزمره مزجش کنه، زندگی روزمره قاطیش کنه، هم به شیوهی که در محله که کار میکرد روزانه ده ها نفر در رفت و آمد بود پیشش، می آمدن می رفتن و به نحوه با یک طیف کلانی از شاعران، نویسندگان و اهل فرهنگ به ویژه جوانا در رابطه بود و مرتب با اونا گفتگو میکرد و فهم خودش از عرفان، به ویژه از عرفان عملی، در اختیار اونا قرار داده بود. در مجالسی که شرکت میکرد، پیوند تنگاتنگش با طبقه هنرمند و آوازخوان که اغلب شعرهای از او رو به آهنگ تبدیل کردن، و همینطور اشتراکش در جلسات و در واقع در برنامه ها و انجمن های ادبی، اشتراک مرتب و پیوستش، نمایانگر و نشانگر عزیز که تلاشش برای تکثیر کردن یک نوع قرائت عرفانی از زندگی، به احتمال در برابر این قرائت
بسیار زیاد خشن رکس اکنون از دین ما در سطح جامعه داریم، به احتمال در برابر از این کارش آگاهانه بود و این کار نظام مند انجام میداد. پرم بستی و پروایم نداره. یکی از جنبه های مهم و قابل ملاحظه شخصیت حیدری وجودی جنبه مثنوی خوانی و مثنوی دوستی و بیدلخوانی حیدری وجودی است. سالهای متمادی و حتی در دیار هجرت مثلا در پشاور حیدری وجودی علاقات مثنوی خوانی را زنده نگه داشت و دوستداران مولانا را دوستداران بیدل از آثار از او سیراب می ساخت. لیکن راجع به می بخش از زندگیش ملاحظاتی هم وجود داره. از من ملاحظاتی که وجود داره ای است که جناب حیدری وجودی نتوانست یا نخواست آثار مکتوبی در این زمینه از خود بجا بگذاره. آثار مکتوب بجا بگذاره چیزایی که از حیدری وجود در این باره مثلا در این زمینه ها به ما میرسه از طریق کست ها و نوارای صوتی است و شاید بعضا نوارای تصویری. شب زنده دار من ای مورگ ستاره، شب زنده دار من ای مورگ، یعنی شجر شبهای تار من ای مورگ، ای مورگ. ویژگی هایی که در مورد شیوه کار، مشرب زندگی و راه و روشی که جناب استاد حیدری وجودی در طول زندگی خود پیش گرفتن، تمام اینها را که برشمردیم نشان میده که آقای حیدری وجودی بدون شک در پاسداری و پاسبانی زبان فارسی تأثیرگذار بوده. خود راه یافتن تعداد زیادی از اشعار استاد به آهنگهایی که ماندگار شدن، این خودش یک وسیله هست برای انتقال اون مایه های فرهنگی و همین قسم انتقال زبان. و ما شما میفهمیم که راجع به مولانا، راجع به بیدل آثار بسیار گرانسنگی نوشته شده و در اختیار ما قرار داره، خصوصا در حوزه زبان فارسی. کسایی مثل شفیع کتکنی، سیروس شمیرساب، فروزانفر، زرینکوب و همچنان آدم های دیگی در این باره چیزهایی نوشتین. اگر کسی نتوانه به اندازه از یا لااقل تا حد شبیه با اوها چیزی عرضه بکنه، طبعا در معرض انتقاد و در معرض طعن و لعن قرار میگیره. به می خاطر شاید استاد حیدری وجودی هم زیاد تلاش نکرده که آثار مکتوب و نوشته شده از خود بر جا بگذاره. و یکی از نقاط ضعف کار حیدری وجودی است، وقتی که ما راجع به کارنامه حیدری وجودی حرف میزنیم، بینی جنبه از زندگیش هم باید و بینی جنبه از کارنامهش هم باید توجه کنیم که متاسفانه وقتی که حیدری وجودی وفات میافند دیگه ما نمیتونیم آثاری از او را داشته باشیم که از او استفاده بکنیم. کسایی که محضر حلقاتش درک کرده بودن شاید استفاده کرده بودن، مریدایش یا غیر مریدایش، ولی کسایی که آیندگان هستن، نسل نو، نمیتونن که با کارنامه عرفانی و ادبی حیدری وجودی رابطه برقرار کنن. نوع خاص عرفان نظری در شعرش وجود داره که بیشتر متأثر و در واقع در سنت و ادامه کار مولانا هست، مولانای دیوان شمس، و بعد از این جهت زندگی عملیش بر اساس اون دم و دستگاه خانقاهی عیار بود که در واقع دو تا وجه در کار و کارنامه از اون ما باید دنبال کنیم. من تصورم است که صرفاً با کار شعرش، یعنی با تحقیق و تدقیق در شعرش، نمیتوان حیدری وجودی عارف شناخت. حیدری وجودی دو تا وجه داشت. وجه نظریش که در شعرش خودش نشان میده، وجه فهمش از عرفان، و وجه عرفان عملی که در زندگیش
قابل بررسی است، در لایف استایل یا سبک زندگیش، در علاقه و تعلقاتش به خانقاه و دم و دست عرفان دم و دستگاهی این عرض ما هست. متاسفانه در محافل فرهنگی و ادبی یک برداشت وجود داره که نقد گویا رد کردن و محکوم کردن یک است، در حالی که نقد طوری نیست. نقد یعنی بررسی و تحلیل جامعه یک اثر و نقاط ضعف و قوتش پیدا کردن، یعنی اصل نقدی رو میگه. تا نقد وجود نداشته باشه اثری را کسی اثری جلب توجه نمیکنه. ما شما در تاریخ ادبیات میبینیم که مثلا یک اثر پس از وقتی شناخته شده که یک منتقد قوی آمده راجع به اثر حرف زده. اگر ما بیاییم بسیار مرید و مراد بازی کنیم و ایدری وجودی بسیار خوب آدم است و ایدری وجودی مثلا فوق العاده آدم بود، خوب بود، ولی ای به درد نسل بعدی نمیخوره. نسل بعدی برداشتهایی را کار دارن که مشخص و عینی نسبت به آثار ایدری وجودی برخورد کنه و تقدسگرایی را کنار بزنه. ایدری وجودی به عنوان یک شخصیت های فرهنگی و ادبی بسیار آدم بزرگواری بوده، ولی آثارش مشکلات خودم داره. ما باید تنها روی ستایش، تنها ما به اصطلاح در مورد ایدری وجودی و هر شخصیت دیگه به تجلیل نیاز نداریم، باید ما تحلیل کنیم ایدری وجودی را. ما وقتی که تحلیل و بررسی بکنیم به جزئیات میریم، نقاط ضعف و قوت پیدا میکنیم و طبعا مخاطبا هم شایق میشن، مخاطبا هم علاقمند میشن که بیان آثار ایدری وجودی رو بخونن.